Assalomu alaykum domlay aziz. Savol: dar namozhoy vaqti ba'd az surai Fotiha 2 yo 3 yo az in ziyoda sura bixoni namoz durust mishavad? Agar dar yak rak'at namoz chunin bixoni, misol dar rak'ati farz yo sunnati namozi bomdod ba'd az surai Fotiha, surai Kawsar, Kafirun, Nasr va Ikhlos va monand inho khonda shavad. Durust ast, gunahgoram duo kunid. Yani مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه می خوانیم دو رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما می تونین که سوره فیل الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نمازتون درست می شود. یعنی با یک زمی سوره هم نماز درست می شود. لیکن اگر شما خواهشتون باشد بعد سوره نصر، مثال سوره قریش، لیلاف قریشین میاد، ای را زم کنید. بعد این سوره معون میاد، ارایت الذی یکذب بالدین، ای را زم کنید. یعنی میتونید در یک رکعت 4-5 سوره را بعد از سوره فاتحه بخونید. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشید و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگد اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شیدین، پیشوای مردم شدین، نماز مردم خواندنی کشیدین، فلیخفف نماز سبک بخونه. فإن فیه مصغیر والکبیر والضعیف و ذل حاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما مویسفیداست گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونه. یکی تنها گذار باشی مرحمت، کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی، این حقی توست. السلام علیکم دوملای شیرین سخن، از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام، خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که نه در نافله میدرایند، خواندن شکر وضو، خواندن دو رکعت برای ارواح ها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه، شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد، برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نماز قضایی تان بخونید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست، با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. در رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است؟ ای پیغمبر خدا، کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام، سلام آشکارا گفتند، یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویون طعام دادن، اینها بهترین عمل های اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمه که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست، که دوی این چیز الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر معروف و نهی منکر، اینها جهاد هستند که در مولود این دو امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اون شم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دست ها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این صورت مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زن تو و خواهر تو با یک مرد مست الست رقص میکند و تو چشمهات
کشاده و تماشا داری. این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایز. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت. مرحمت السلام علیکم داملای عزیز، من مخلص شما هستم و از شما خواهش دارم به سوال من با پررگی جواب گوید. آیا با خانه حرام قسم خوردن به نکاح یکان ضرر دارد؟ البته. کسی میگوید که خانم حرام که من همین کار نکردم، در اصل کرد از خانش حرام میشود. این قسم قد شما هیچ وقت قسم نخورین که اینم یکی از واقع شدن طلاق ها هست. وقتی شما اگر قسم خوردین در حال من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را می خواند: ربی اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. می خواستم این را پررتر بر من می فهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشدی شما استاد عزیز. یعنی این دعایی هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیده نمی تواند، خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند می گوید من دعا را دوست می دارم، وقتی همین بنده دستش پهن می کند من دوست می دارم که دعای او را قبول بسازم. از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا، ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت گناه های ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول میسازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین و سوی خدا میگردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان می شود و به سوی خدا زاره و تولا می کند. نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق می زنند، ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده. بعد استراحت چه می فهمی که مثال یا عرق نوشی بود، یا که مثال زیناکاری بود، یا یکان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش، این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آبی چشم کندر کار، افتخار نی. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت بر جان شما. اولا کسیته های مگنیتفونی رو از کجا دسترس کنیم؟ سراغش کجاست؟ سراغش برادر ما جمشید نزد ما نشستگی هست. یعنی در دست همی کس تمام این کسیت های جمعه ما زبس نبگیم سبس می شود و خداوند در عمر و جان این برادر جمشید و برادر من ایرج فرزندی سردار بازار کلان، یعنی در همین کار بسیار یک سهمی کلان گذاشتن. در همین مسجد هم دست یاری دراز کرده گیم خدا اول